با سلام به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و رفقا علیرضا نوایی و بهروز فرهانی، نگاهی میکنیم به موقعیت جنبش کارگری و فرهنگیان در شرایط سرکوب لجام گسیخته کله فعالان جنبش کارگری و جنبش فرهنگیان و جنبش های اجتماعی هست و سناریوهای امنیتی نخنمایی که بسیاری از فعالان این جنبش ها و این جنبش ها رو هدف خودش قرار داد. درود بر شما علیرضای نوایی عزیز. سلام دارم به شما رفیق علی و رفیق بهروز گرامی و به تمامی بینندگان محترم تلویزیون برابری. بیانیه معلمان بوشهر نشانه های بسیار روشنی از موقعیت کنونیه. میگه معلمان ایران روزهای خوبی رو سپری نمی کنن. وضعیت اسفناک امروز آموزش و پرورش و معلمان نشان از دردهای بیدرمانی دارد که آموزش عمومی ایران به آنها مبتلاست. ماحصل این بیتوجهی ویرانگر مسئولان امر، آسیب های کلان اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی زیست محیطی و همچنین در خطر افتادن بهداشت روانی و فردی آینده سازان مملکت ایران است. و در این در واقع گزارشی که میده از موقعیتی که علیه معلمان ایران در واقع انجام شده و پرونده سازی ها میگه و از خواست های تاکید بر خواست های معلمان و تهدیدهای حکومتی میگه، از برخوردها و رفتارهای غیر متمدنانه، رمنده و بربری مآبانه که موجب سرخوردگی و خشم معلمان شده و از حضور نیروهای امنیتی برای سرکوب میگه و از معلمان دلسوز و شریفی که امروز توی زندانها هستند و آماج تهدیدها و فحشها و ناسزاها، تخریب ها و تهدید ها هستن صحبت میکنه و میگه نمیشه صدای معلمان رو ساکت کرد. این در شرایطی که ما شاهد این پرونده سازی ها هستیم و در این حال همبستگی های این چنینی، شما چگونه وضعیت رو میبینید و به تصویر میتونید بکشید؟ ببینین، یه جنبندی که هست در رابطه با اعتراضات کارگری در سال گذشته، بالاخره این دولت با یک مجموعه اعتراضات و رشد اعتراضات روبروه. نگاه میکنیم همین امروز کارگران قرارداد موقت نفت تجمع کردن جلوی وزارتخانه نسبت به افزایش 10% دستمزد. یعنی چی؟ یعنی حاکمیتی که تحت فشار اعتراضات کارگری تن به افزایش حداقل حقوق متناسب با تورم غیر رسمی که اعلام شد تن داده، در صورتی که دولت در چارچوب سیاست‌های جمهوری اسلامی، تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی که سیاستش ارزان نگه داشتن نیروی کاره این بوده، پیش از این مسببه نظرش بر این بوده که حقوق تمامی کارگران، یعنی اونایی که مشمول قانون کار هستن و اونایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستن 10% بشه. حالا که این مسببه گذشته، اومدن هیئت وزیران اومده یک تصمیمی گرفته که تو بخشنامه سازمان برنامه و بودجه هست که کارگران و کارکنان دولت حقوقشون چی بشه؟ 10% اضافه بشه، که الان میبینیم کارگران صنعت نفت، معادن، شهرداری ها، راه آهن، مترو نسبت به این اعتراضاتی دارن که یکیشون هم همین اعتراضات رانندگان شرکت، کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بود که خوشبختانه امروز زندانیان آزاد شدن. فقط وحید فریدونی از این مجموعه‌ای که بازداشت شده بود کماکان تو زندان ایوین. خب این چی رو نشون میده؟ نشون میده که این حاکمیت از یک طرف با این اعتراضات رو بوده، از طرف دیگه در دوران انتخابات اومدن تبلیغات کردن برای
این رئیسی که اگه این روی کار بیاد همه چیزا پاسخ میده. و بعدش هم اینجوری تبدیل کردن که همه مشکلات دولت قبلی بود. این الان که این خواسته ها کارگران معلمان اینا تو خیابونه، خواسته هاشون متعقب نشده، دنبال اعقاب حقوقشون هست. در کنار این رئیسی این بحث حذف سوبسیدا رو تو دستور گذاشته و این روند رو میخواد ادامه بده، یعنی همون کارهایی که دولت رئیسی و احمدی نژاد و رفسنجانی در این رابطه در چارچوب سیاست‌های صندوق بین المللی پول شروع کردن و به ادامه نتونستن بدن، این میخواد ادامه بده و ظاهراً هم قصدش اینه که به سرانجام برسونه تو این رابطه. خب حالا اینا با توجه به این اعتراضات که باشون روبرو هستن، باید اینو یه جوری جمع جورشون بکنن، اون شعارهایی که دادن، تبلیغاتی که کردن، و بعد اینایی که حق طلبن تو وسط هستن و کوتاه نمیان، چه معلمان باشه، چه کارگران باشه، چه کارگر پروژه‌ای باشه، چه رسمی باشه تو این رابطه. پس بنابراین اومدن چیکار کردن؟ مسئله سرکوب رو در دستور خودشون گذاشتن. گذاشتن این سرکوب جنبه‌های مختلفی داره، اینجوری دیگه نیست که مثل گذشته بیان فلهی همه رو دستگیر میکنن. شناسایی میکنن در هر جنبشی، در هر یا واحد تولیدی خدماتی یه تعداد معینی رو که به قول خودشون سازمان دهندگان اعتراضات هستن، اینا رو از این طرف میخوان میگیرن. از طرف دیگه اینجوری سانسور رو یارو میکنن، برای اینکه اعتراضات وقتی خبرش پخش میشه خودش یه نیروی تبلیغیه که برای دیگران که اگه میخوایم به حقتون برسیم باید دست به تجمع بزنیم، اعتراض بزنیم، اعتصاب بزنیم. نه تو این رابطه سعی میکنن اخبار اعتراضات رو حتی بخشنامه هم کردن که پخش نشه، که ما هم میبینیم به وضوع الان یا از این لغاتی که در رابطه با اینا به کار میبرن. از طرف دیگه برنامه های خودشون هم که میخوان پیش ببرن تو این رابطه دست به سرکوب نرم میزنن، نفوذ بکنند تو این رابطه، یا سایتاشون بیان اینه بگن که دست به تجمع نزنین، این به راه دستیابی به مطالبات نیست، بیاین توی چیز ما کارزار را بندازین، یا بیا برین دیدار بکنین با این نماینده و اون نماینده و همون سیاست هایی که دانشجویان بسیجی پیش می بردن، اینه دارن تو دستور خودشون میذارن که به طور این مجموعه در واقع بخوان این از شر این اعتراضات، یعنی اعتراضاتی که با کابوسش دارن اینا زندگی میکنن، خلاص بشن. از طرف دیگه گفتم اینا کارگران، تمامی حقوق بگیران و نیروهای اجتماعی دیگه همه تو میدان هستن، تو خیابان هستن. پس نتیجه گیری اینه که سال جاری سال رویارویی نیروهای حق طلب و نیروهای سرکوبگر و ضد کارگری تو این رابطه هستن و این رویارویی رو باید همینجور سری نمیشه گفت که این پیروز میشه اون پیروز میشه، بستگی به عوامل مختلف داره که اگه وقت شد در موردش صحبت کنیم. سلام بر تو بهروز عزیز. بهروز جان، ما شاهد در واقع تشدید سیاست های بسیار بسیار ظالمانه و شدید جراحی سفره ها هستیم و رئیسی از تصمیمات و جراحی های بزرگتری در آینده خبر میده. در این حال شاهد هم سرکوب و دستگیری فعالان جنبش های کارگری هستیم و هم محدودیت های سانسوری اینترنت و بسیاری از شبکه ها. تو این جریان شما چگونه میبینید موقعیت رو؟ موقعیت رو ما توی تریبون کارگری بارها
صحبت کردیم الان چگونه میبینید و واکنش ها رو نسبت به این سیاست حکومتی چگونه ارزیابی میکنید؟ سلام علی جان، سلام علیرضای گرامی و سلام به بینندگان برنامه ما. در ادامه صحبت های علیرضا من صحبت میکنم که با همش موافقم و نکته بسیار اساسی رو دست گذاشتیم. شما کافیه که سخنرانی های اخیر رئیسی رو ببینید و مقایسش بکنید با تبلیغاتی که اون بسیجی ها و دانشجوان عدالت خواه در جریان خصوصی سازی هفت‌تپه آوردن و شلوغ کردن که آقای رئیسی موافق پس گرفتن این هست، آقای رئیسی موافق است که نباید ظلم بشه به کارگرها، موافق این هست که باید دست بیت المال بمونه و غیره این حرفا، و زیر فشار و مبارزه جانانه کارگرای هفت‌تپه اون خصوصی سازی لغو شد. ولی همین پریروز در صحبت با کارآفرینان، چون مد شده تو ایران به جای سرمایه‌دار میگن کارآفرین، به خصوص در ایران که بیکاری داره بیداد میکنه، از سرمایه‌دارا به عنوان کارآفرین یاد میکنن که دائما در حال بستن مؤسسات تولیدی هستن، در حال اخراج کارگرها هستن، در حال شونه زدن برای این هستن که بیمه‌های بیکاری رو بیارن پایین، حق بیمه‌های کارفرما رو بیارن پایین، یعنی خدای کارفرمایی و رفاه برای کارگرها هست. اینا با صحبت که با این کارآفرینان میکرد، سرمایه‌دار محترم مطرح کرد، گفت که یه جاهایی البته این سیاست ها خوب پیاده نشده بود که ما بهش برخورد کردیم، ولی این اصلا به این معنی نیست که کل قضیه باید بره زیر سوال و خصوصی سازی ها ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی اون سیاست های خانمان برانداز نئولیبرالی خصوصی سازی و کاهش مقررات دست و پاگیر برای سرمایه‌دارها، من اینو تاکید میکنم برای سرمایه‌دارها، چون وقتی ما میگیم که در ایران سیاست‌های نئولیبرالی هست، اونا میگن مقررات زدایی یکی از اصولشه. اینها که هزار تا مقررات اضافه میکنن، یه کالا میخواید صادر بکنید 10 تا صفحه باید پر بکنید فلان، نه ما اون مقررات رو نمیگیم، ما مقررات مربوط کار سرمایه رو داریم میگیم که دست سرمایه‌دارا رو باز میذارن که پدر کار و کارگر رو در واقع در بیارن، دست اونها رو باز میزنن که کارگرای زیر 10 نفر رو از بعضی از جنبه‌های قانون کار بیارن بیرون، دست کارگرا رو باز، کارفرما رو باز میزنن که کارگرا رو به راحتی بتونن بیرون کنن، بتونن باشون قرارداد سفید ببندن و به جایی هم بر نخورن. اینو ما میگیم مقررات زدایی، نه اینکه برای گمرکات مقررات میذارن یا برای ترخیص کالا مقررات میذارن، اون بس دیگه است، کاملا فرعیه. در مناسبات بین کار و سرمایه مقررات زدایی که این دولت‌های جمهوری اسلامی کردن در کمتر جای دنیا اتفاق افتاد. شاگرد اولیه نئولیبرالی هم که آقای اشتراس کان سال 2010 به محمود احمدی نژاد داد مال همین بود، مال دقیقا همین مقررات زدایی این تیپی بود و اونا که خودشون طراحان این نسخه های نئولیبرالی هستن بهتر از هر کسی میدونن که کجا تشخیص بدن کدوم سیاست ها واقعا نئولیبرالیه و پیاده میشه و جلو میره. اینه که ادامه اون سیاست ها رو ما الان داریم میبینیم، به وضوح داریم میبینیم. در دولت آقای روحانی نحوه برخوردش به بورس رو دیدیم و عرضه سهام کارخانه های دولتی رو دیدیم که چه وضعیتی ایجاد کرد، برای اینکه سقط و ساز ایجاد بکنن اونجا، پولای مردم بکشن توی بورس و بالا بکشن، اون رو چجوری استفاده کردن از حربه خصوصی سازی های به قول معروف ساندویچی تیکه تیکه، این قسمت از اون قسمت رو آوردن و غیره. آقای رئیسی علی‌رغم تمام امیدهایی که تبلیغاتچی های عدالت خواه بهش بسته بودن، خیلی سرراست شمشیر از رو بسته و همون سیاست ها رو داره ادامه میده. الان هم توی سخنانیاش گفت که ما این رو ادامه میدیم، این سیاست ها درسته، there is no alternative با قول تاچر، فقط این سیاست میتونه جلو بره. داریم میبینیم به خصوص تو آمریکای لاتین، داریم میبینیم که فقط این سیاست داره جلو میره. همه جا در مقابل این سیاست ها جنبش های اعتراضی ایجاد شده، همه جا این سیاست ها حقوق بگیران ثابت رو، چه کارگر صنعتی چه کارگر خدماتی چه معلم، رو به خاک سیاه نشوندن. همه جا این سیاست ها باعث شده که اموال عمومی رو به تاراج گذاشتن، همه جا این سیاست ها باعث شده که 1% ها فربه‌تر شدن و در ازان خود کردن دائما فزاینده ارزش اضافی که در این کشورها تولید میشه باز مسابقه و از همدیگه پیشی بگیرن. در ایران هم هیچ استثنایی نیست، در مملکت امام زمان هم این به خشن‌ترین شکل خودش داره اتفاق میفته، اما مملکت امام زمان از یه حدی گذشته فشار و در مقابلش مبارزه هم از یه حد معینی بالاتر رفته. 4122 تا اعتصاب اعتراض کارگری سال 1400 از کره مریخ نیومد، از توی ایران در اومد، کار به استخون کارگرا و حقوقیرای ایران رسید. شما اون سیاست‌ها رو ادامه میدید، هر عملی رو واکنشی است، در مقابلش این مبارزات ادامه پیدا خواهد کرد.
همین مورد کارگران شرکت واحد رو مثلا نگاه بکنیم و معلم‌ها رو. فعالترین، کاراترین و شناخته شده ترین شخصیت های جنبش معلم ها رو بین 24 ساعت تا 48 ساعت قبل از تظاهرات سراسری پنجشنبه قبل گرفتن. آیا این تظاهرات انجام نشد؟ در بیش از 70 شهر ایران ما تظاهرات سراسری داشتیم، با وجودی که 40 تا از سازمانده هاش در زندان بود. شرکت واحد درست قبل از اینکه اعتصاب کارگرای شرکت واحد دوباره راه بیفته، شناخته شده ترین عناصر این جنبش رو گرفتن، الان هم تو زندان هستن. آیا این اعتصاب برقرار نشد؟ شد. در همه جای اعتصاب ها داره اتفاق میفته. چرا؟ برای اینکه از یک آستانه معینی این دیگه عبور کرده. فشار شرایط زندگی و جنبش مطالباتی ما که در مقابل اون ایجاد شده، از یک آستانه معینی عبور کرده که با بگیر و بندهای این فرد و اون فرد و این شناخته شده و اون فعال سازمانگری، اینها از نفس نمیفته. کند میشه ولی از نفس نمیفته. چرا؟ چون اصل قضیه خرابه. شما یه جایی باید سرکوب بکنید در مقابلش به اون علتی که این طغیان، این شورش، این اعتراض رو باعث شده لااقل جزئی پاسخ بدید. شما نمیتونید با سرنیزه همه کار بکنید و بشینید روش. میتونید بهش تکیه کنید ولی نمیتونید بشینید روش. این اصطلاح معروفی که من دائم تکرار میکنم، جمهوری اسلامی با سرنیزه همه کار کرده ولی حالا میخواد بشینه روش، نمیشه. همچه اتفاقی نمیتونه بیفته. نتیجهش اینه که داریم میبینیم علارغم بگیره به منها، علارغم تمام چیزی که میکنن، جنبش های اعتراضی در تمام سطوحی که وجود داشت دوباره داره راه میفته. شرکت نفتی هم دوباره دارن راه میفته. و این مسئله ای که دولت جمهوری اسلامی، کل این دولت رو میگم، دولت کل، حکومت جمهوری اسلامی در هیچ کدوم از این دوره‌ها پاسخی ولو جزئی به خواسته های مطالباتی کارگران و حقوق بگیران ایران نداده، برنامه ارائه نکرده. دائم گفته تقصیر تحریم، تقصیر فلان، تقصیر ناکارآمدی دولت های مثلا آقای روحانی و غیره است، تقصیر نمیدونم پوپولیسم احمدی نژاد، تقصیر ایکس، تقصیر ایگرگ. ولی به اون سیاست هایی که همه اینها مثل خط زرد ادامهش دادن، یعنی سیاست های خصوصی سازی و حمله به تولید در داخل کشور، سیاست درهای چارتاق باز که اون با واردات شکر اون بلا رو سر، یک نمونهش فقط، بلا رو سر نه شکر هفت تپه آوردن، با برنج های چینی و هندی و پاکستانی اون بلا رو سر شالیزارهای گیلان آوردن، نه همه رو ما داریم میبینیم جلوی چشم خودمون، با ورود بیرویه مرکبات باغهای پرتغال اینا رو در شمال ایران از بین بردن. و دیگه وارد بقیه بحثاش نمیشیم که با سیاست احمقانه و به کلی غیر علمی بردن محصولاتی که آب زیاد میتراوه به خوزستان و غیره، چه بلایی سر رودخانه های اونجا آوردن و چجوری منابع آب رو خشکوندن. اینا یک مجموعه است، ولی اون هسته اصلیش، یعنی اون خصوصی سازی ها، این نئولیبرال، سیاست های نئولیبرالی و ادامه اون، این جنبش رو در مقابل خودش داشت و اینا اینو میخوان ادامه بدن بدون اینکه برنامه‌ای داشته باشه. پخش رایانه، یارانه در جریان، در شرایطی که تورم اینجوری چارنن داره جلو میره، حتی آسپرین هم نیست. این اقتصاد ایران نیاز به یک جراحی بزرگ داره. شما دارین آسپرین تزریق میکنید. اینی که در پاسخ سوال تو و در مستقیما در ادامه صحبت‌های علیرضا، مسلما این سیاست‌ها ادامه پیدا میکنه و مسلما این جنبش را ادامه پیدا میکنه. افت و خیز خواهد داشت ولی سقوط و سوز نخواهد داشت. و چون تعداد کسایی که در این جنبش‌ها دارن آب دیده میشن، یاد میگیرن، جنگ و گریز رو اونها هم یاد میگیرن. 4122 تا تظاهرات و اعتراضی کارگری، یعنی 15-20 هزار سازمانده. شما این 15-20 هزار سازمانده رو نمیتونید همه رو با هم بگیرید، حتی اگه فله‌ای هم حمله بکنید. اینها ادامه خواهند داد، پشت سر اینها آدم‌هایی خواهند اومد. یک خون تازه‌ای توی جنبش مطالباتی ما اومده که میرسیم یه روزی حتما صحبت می‌کنیم، قبلا هم کردیم. پاشنه آشیلش نراشتن تشکلات پایدار کارگری و کارمندی و حقوق ایران ثابت است که اونم داره حل میشه، به این صورت که اینا دارن راهشون رو پیدا میکنن، با ترکیبی از مکانیزم‌های سازماندهی دارن جبران میکنن. و نمونه درخشان کانون سنفی معلمان هم داریم. چیکار میخوام بکنم؟ میخوام همه معلم، 10 هزار تا معلمی رو که تو شیراز اومدن توی تظاهرات کردن، میخوام بگیرم؟ که نمیشه. یعنی وقتی که جنبش از یه حد معینی میگذره، از یک آستانه میگذره به طور کیفی، شما دیگه با اشکال سابق بگیروبندهای پلیسی نمیتونید جلوش رو بگیرید. ما وارد اون فاز شدیم. در نتیجه ادامه این جنبش قطعیه. علیرضا جان، این در ادامه صحبت‌های بهروز، آن چیزی که هست
ما با یک گسست بسیار بسیار بزرگ روبرویم، یک بیگانگی آشکار بین ملت، بین اکثریت عظیم مردم، کارگران و موزبگیران، فرهنگیان، بازشسته ها، با سیاست های حکومتی و یک الیتی که در واقع کشور رو به یک ویرانگاه بزرگ در سوق میده. توی شرایط به قولی بر سر نیزه نشستن و به همین واسطه است که سناریوهای مختلفی رو برای پمپاژ کردن این نوع سرکوب دارن پیش میبرن. شما از این در واقع در بحثی که داشتیم از محدودیت های اینترنتی گفتین و از محدودیت هایی که در رابطه با انعکاس اخبار هست و حتی از اخبارهایی که در واقع مدام در حال پخش برای ایجاد تشدد، برای ایجاد واکنش های مختلفی که فعالان میتونن انجام بدن. در این رابطه به نظر چه میشه کرد؟ چگونه است؟ این موقعیت رو چطور با این موقعیت باید برخورد کنن؟ کنشگران کارگری و فرهنگی و بازنشسته چطور با این قضیه در واقع میتونن برخورد کنن؟ ما از تجربه معلمان این رو دریافتیم که تشکل سراسری، تشکل مستقل بسیار بسیار اهمیت داره و نقش افراد رو تا حد زیادی کاهش میده این موقعیت و ادامه کاری رو ممکن. این رو چگونه میشه در واقع بحث داد؟ این تجربه رو به یک تجربه های دیگری رو آورد. این وظایف دو دسته است دیگه، یک دسته برمیگرده به داخل کشور، یک دسته برمیگرده به خارج کشور. من متمرکز میشم توی داخل کشور و بعد اگه فرصت شد به خارج هم میپردازم. ببین، ما از حد سازماندهی برخورداریم در ایران در بخش‌های مختلف. مثلا معلمان قانون‌های صنفی خودشون رو دارن و دست به ایجاد یه تشکل سراسری زدن به نام شورای هماهنگی. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی دارن. یک سری نهادهای کارگری داریم که مستقل هستند ولی خب تو این واحد تولیدی خدماتی یا اینا نیستن. بعد یک نوع سازماندهی غیر تشکلی داریم ولی سازماندهی داریم، تشکلن، ارتباط دارن با هم دیگه که دست به این اعتراضات میزنن. مگه میشه مگه امروز کارگران قرارداد موقت نفت بیان جلوی وزارتخونه از یه حدی از سازماندهی برخوردار نباشن؟ امروز کارگران بازنشسته کارخانه ترانسپوی زنجان، بازنشسته یعنی هنوز هم تو کارخونه نیستن، رفتن در رابطه با همین 10% یا اصلا افزایش دستمزد نکردن بازنشستگان، رفتن جلوی استانداری زنجان تجمع کردن. این بازنشستگان با هم ارتباطاتی دارن، از یه حدی از سازماندهی برخوردارن. این حد از سازماندهی که وجود داره یه بخشیش در رابطه با سرکوبیه که حاکمیت میکنه، یه بخش دیگه که زمانه تغییر کرده به اصطلاح معروف. این شبکه های اجتماعی و فلان و اینا خودش یک شکلی از سازماندهی و ارتباطات رو به وجود آورد. چه باید کرد؟ من به نظر من همونطوری که تو دهه گذشته پیش اومده، اینا باید به طور موازی در کنار همدیگه پیش بره و هر کسی در هر بخشی تصمیم میگیره که چگونه سازماندهی خودش رو پیش ببره. مثلا اگه کارگران پروژه نفت تشخیص میدن به عنوان نمایندگان وارد کارزار بشن و براشون هزینه کمتری داره و با برگزاری مجمع پیش برن، اونا خودشون هستن تصمیم میگیرن که چجوری پیش برن. این باید همینجوری پیش بره و هر کدوم میرن. اما نکته دوم که تو این رابطه هست، مسئله گسترش همبستگی هاست. مثلا نگاه کنید، توماری که معلمان و کارگران دارن براش امضا جمع میکنن و خطاب به سازمان جهانی کاره، خب یک اقدام خیلی خوبی و اقدام مثبتیه. این نوع اتحاد عمل ها باید ادامه پیدا کنه. همکاری ها چیده بین مثلا این کارگران وزارت نفت تو بخش های مختلف از شهرهای مختلف که راه میفتن میان تهران، این نوع ارتباطات باید ادامه پیدا کنه و بر اساس اینا این چیز رو دارن. همینطوری که معلمان که این امکان دارن به طور سراسری دست به تجمع میزنن،
کارگران بخش‌های مختلف هم باید ارتباطات خودشونو چه از نظر رشته کاریشون چه در شهری که هستن خب و یا ارتباطات منطقه‌ای استانی که دارن اینو ادامه بدن. نکته دیگری که بر اساس اون ارزیابی که از چیز قبل داریم دو تا نیرو رویارویشون وارد فاز جدیدی شده، یعنی از نظر من امسال با سال گذشته فرق داره، طبیعیه که تو این چیز اینا جلو میرن، اعتراضات جلو میره، ادامه پیدا میکنه و کوتاه نمیان. اینایی که تا الان چه به صورت معلم، چه کارگر پروژه‌ای، چه کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی، چه بازنشستگان و دیگر نیروهای اجتماعی حالا به جای خودش به اعتراضات خودشون ادامه میدن تو این رابطه، ولی قدم هایی که امسال برداشته میشه باید دو چندان روش فکر بشه نسبت به گذشته، چون دشمن دنبال بهانه است استفاده بکنه، سوء استفاده بکنه از هر حرکتی. پس بنابراین اگه سال گذشته برای سازماندهی و تجمع و اعتراضات و هر شکلی مثلا هر چقدر فکر میشد، هر چقدر تبادل نظر میشد، هر چقدر از خرد جمعی بیشتر میشد، امسال باید دو چندان از این استفاده بشه و در واقع در رویارویی با این حاکمیتی که میخواد سیاست های ضد کارگری خودش پیش ببره با سرکوب، مقابله با این باید خیلی متکی بر ادامه همکاری ها، گسترش همکاری ها تو این رابطه و قدم های هرچه سنجیده تر نسبت به گذشته. برو جان، ما توی در واقع حرکت هایی که نگاه میکنیم فرق سال 1401 با 1400 با 1000 در واقع مثلا 398 اینه که ما شاهد گسترش اعتراضات خیابانی و اعتصابی، اعتصابات رسته‌ای شو در واقع مثل معلمان، اعتصاب سراسری معلمان، اعتصاب کارگران پروژه نفت، اعتصاب کامیونداران، رانندگان کامیون، اعتصاب پرستاران، اعتصاب های رسته‌ای بودیم. در این حال یک گسستی از نوع شیوه هم هست دیگه، مثلا قبلا اگر مثلا خیلی بر پایه تومار نویسی ها و مراجعه به امام جمعه ها و مراجعه به مقامات محلی و مراجعه به ارگان ها بود، این بار ما با شکل بسیار گسترده تری روبرویم که جنبش ها، مردم، جاهای دیگری رو هدف قرار میدن برای ایجاد همبستگی، نوع دیگری، شیوه ها و زبان این جنبش ها تا حد زیادی تغییر کرده. شما چگونه میبینید و فکر میکنید خود تو این شرایطی که به قول شما این در واقع رژیم دیگه بر نیزه، سر نیزه نشسته و مسئله سرکوب رو پیش میبره، جنبش های بین‌المللی، جنبش های همبستگی در درونی، اینا چگونه واکنش ها و چیزی رو باید نشون بدن؟ چه تصویری میشه داد، ارائه داد از این موقعیتی که الان هست و میتونه پیش بیاد؟ نمیدونم دقیق گرفتی سوال رو یا نه. آره، سعی میکنم که با هم صحبت بکنیم، دقیق ترش بکنیم. ببین، مشکلی که ما داریم اینه که هر دورهی تشکلات و مکانیزم های پیشبرد مبارزه خودش داره. اولین نکتهی که باید وقتی اینو میگیم متذکر بشیم اینه که این به این معنی نیست که اشکال سنتی مبارزه نفی میشن. یک فرهنگی مثل این فرهنگی که الان تو آمریکا هست، کنسل کالچر، در جنبش کارگری ما وجود داشت و اون اینه که با ایجاد و پیدا کردن هر شکل جدیدی از تشکل، نفی بقیه تشکل هست. تو گویی ما رسیدیم به یه چیز جدیدی، کشف و شهود کردیم، بقیه دیگه مال یه دورهای دیگه بوده، اونا رو باید گذاشت کنار. نه، اشکال سنتی مبارزه کارگری، اشکال سنتی مبارزات توده‌ای همیشه و همه جا به شکل‌های مختلف خودشون رو نشون میدن و به هیچ وجه اونها رو نباید محدود کرد به یک دوره معینی از مبارزات. این در همه جنبش‌های کشورهای مختلف و انقلابات بزرگ تا امروز حضور داشت.
و در همه انقلابات بزرگ هم تمام این اشکالی که ما الان داریم میگیم همش وجود داشته. تومار نویسی، عریضه نویسی، نمونه های کلاسیکی که ما داریم، مگه توی انقلاب فرانسه این کار نکردن؟ مگه عریضه نمی‌نوشتن به شاه؟ مگه توی انقلاب روسیه کارگرها عریضه نداشتن با ببرن بدن به از طریق اون کشیش گاپون ببرن بدن به تزار که وقت به مسلسل بستنش؟ همه جا اتفاقات میفته. در دو انقلاب کبیری که ما میشناسیم، انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه، این جنبش ها با گرسنگان شروع شد. زنان کارگر گرسنه اومدن توی خامونه و درخواست نان کردن، در هم در فرانسه هم در روسیه. الان هم توی خیابون ما اعتراضات گرسنگان و نیمه گرسنگان رو داریم به خاطر فشارهای وحشتناکی که هست و این تورم وحشتناکی که وجود داره. مردم ما، مردم حقوق بگیرای ثابت که قدرت تطبیق درآمدشون رو به افزایش چیز ندارن، که اینو حتی کوچکترین کسبه این قدرت رو داره ولی یک حقوق بگیر ثابت این قدرت رو نداره، ما الان با جنبش جوانان بیکار یا جوانان کمکار یا اونهایی که کار ثابت ندارن و کارهای بی ثبات دست فروشی و غیره این حرفا رو دارن داریم میبینیم که به خیابون ها میریزن. این نافی نیست که در کارخانه جات باید کمیته کارخانه ساخت، این نافی نیست که با تشکلات پایدار رو تحت المقدور ایجاد کرد. این که ما فکر بکنیم که وقتی که اعتصاب میشه و درش برای پیشبردش ما از مجمع عمومی استفاده میکنیم و این شکل آخر پیدا شده تشکل کارگری، بقیه همه ول معطلن، اینها خاک ریختن تو چشم کارگراست. این که بگیم شما از رسانه های اجتماعی استفاده میکنید و غیره، بدون اینکه متذکر بشیم که کلید این رسانه ها دست دولته و در مواقع خاص با بستن اینترنت شما رو کور و کر میکنن، اتفاقی که بارها افتاده. من یه نمونه یادتون بندازم، در جنبش سبز بود موقعی که اوباما بود، کسانی که سازماندهی میکردن جنبش سبز رو بسیار از توییتر استفاده میکردن اون موقع، و همون موقع در اوج این مبارزات توییتر طبق برنامه خودش میبایستی که یک تعمیرکاری بزرگ میکرد و برای چند ساعت باید اون رو خاموش میکرد. اوباما رئیس جمهور آمریکا دستور داد به توییتر که به خاطر اینکه در ایران استفاده میشه شما این کارتون رو عقب بندازید، ولی اگر توییتر این کارو میکرد ارتباطات قطع میشد. الانم علیرغم تمام شعارهایی که میدن، پلتفرم‌های اصلی اینترنتی اینا دست دولت هاست، در همه جای اینجوری، و اونها روزی که اوضاع حاد بشه منفجر میکنن این رسانه ها و غیره. جنبش ما باید ضمن اینکه از این انقلاب ارتباطی استفاده بکنه. مگه من تو علیرضا الان چیکار داریم میکنیم؟ خونه خودمون نشستیم داریم با هم دیگه جلسه میذاریم. اینا قشنگ میتونن از این رسانه ها استفاده کنن، این کارو کنن، عین جلسه حزبی، عین جلسه در واقع بحث میزگرده، هیچ فرقی نمیکنه که ما فیزیک هستیم. برای اسکایپ خاموش بشه ما نمیم که ما هم دیگه صحبت میکنیم. و فکر اینو باید بکنن. برای اینکه فکر این رو بکنن، اشکال معینی از سازماندهی سنتی چشم در چشم، دست در دست، گوش به گوش رو باید داشته باشن. دومین نکته ای که به نظر من فعالین کارگری ما به خصوص در جنبش پروژه شرکت نفت بهش توجه نکردن اینه که بین دو اعتصاب چیکار باید کرد؟ چه کسی باید پیگیری کنه این خواستهای ما؟ دو تا از بزرگترین اعتصاب کارگری نه فقط تاریخ جمهوری اسلامی بلکه تاریخ ایران رو کارگران پروژه شرکت نفت و پتروشیمی ایران کردن، یکی پارسال یکی سال پیش از اون. ما بین اون چی؟ کادرسازی شد، درس آموزی شد، تجارب منتقل شد. ما باید بگردیم با استفاده از انقلاب تکنولوژیک سوم، با استفاده از انقلاب ارتباطی، راه‌های تلفیق دموکراسی هر چه مستقیم‌تر با دموکراسی نمایندگی واقعی رو پیدا بکنیم. همه کشورها الان مشغول این هستن، همه این کشورها دارن این کار میکنن. در شیلی این جنبش عظیم مجلس مؤسسان که راه افتاد، فکر میکنید فقط به اینترنت اکتفا کردن؟ اونا کمیته های محلات تشکیل داده بودن، تراک پخش کنی توی خیابون ها رو دوباره از سر گرفته بودن. الان در فرانسه در این انتخابات اخیری که بود، بعد از مدت ها ما شاهد این بودیم که گذاشتن میتینگ های محلی، رفتن در زدن به خونه های مردم و بحث کردن باشون، گذاشتن جلسات محلی، کمیته های محلی، این فرانسه نافرما 2000 میتینگ انتخاباتی رو سازمان داد که چشم در چشم سوال جواب با هم دیگه میکردن. درسته که تا قبل از این اکتفا میشد به پخش تراک، ولی تراک رو کنار نگذاشتن. اینجوری که خودشون آمار میدن، میگن ما 2000 میتینگ بزرگ گذاشتیم،
ده ها هزار میتینگ جلسات محلی گذاشتیم، 40 میلیون تراکت پخش کردیم در کشوری که 65 میلیون جمعیت داره. یعنی اینا تلخیص کارهاست. از دیگه استفاده از یوتیوب و دیگه ارز کنم واتساپ و غیر اینها که به جای خودش، اینا همش اینا همه جا الان مسائل همه ماست. ولی این به این معنی نیست که اینا سازمانده حزبشون رو فراموش کرده باشن، به این معنی نیست که اتحادیه رو فراموش کرده باشن، به این معنی نیست که شورای محله خودشون رو گذاشته باشن کنار. همه اینها رو با هم ترکیب کردن و این اون چیزی که ما تو ایران باید داشته باشیم که بتونیم ادامه کاری رو تضمین بکنیم. و یک نمونه درخشان الان جلوی ما هست که 100 تا تئوری بافی و نقل قول آوردن از بزرگان مارکسیسم و تاریخ‌های انقلابات دیگه برای ما مفیدتر. کانون صنفی معلمان، ببینید چجوری ادامه کاری رو از یک سوراخ استفاده کردن دوره خاتمی و این رو به ثبت رسوندن. اونا به رسمیت نشناختن، اینا به رسمیت شناختن، ولی عملا می‌بینیم که تحمیل شد به رژیم. 22 سال بعد حول این کار کردن تا از توش این کادرایی که امروز ما می‌بینیم در اومدن که درود می‌فرستیم بهشون که بخش بزرگیشون الان تو زندانن، فعالترینشون الان توی زندانن و باید براشون مبارزه کرد تا اینا رو بکشیم بیرون. و قطعا هم پشت سر اینها نسل جدیدی که اومده جای خالی اینها رو پر خواهد کرد، ولی به این معنی نیست که ما از این تجربه رو باید عبور بکنیم. این نمونه‌هایی که جلوی ما هست نشون میده که حتی در شرایط دیکتاتوری جمهوری اسلامی با دستگاه‌های چند لایه و بسیار پیچیده و موازی امنیتی خودش، ما این لوکس رو داریم که دو تا ارتش داریم در ایران، این لوکس رو داریم که دو تا وزارت اطلاعات عملاً داریم، این لوکس رو داریم که دو دسته زندان و زندانبان داریم، یکی سپاه پاسداران و بسیجی‌ها و واسطه‌مونه، یکیش هم کلاسیک‌هاش شهربانی و وزارت اطلاعات و غیره این حرفا. همه اینا رو داریم، ولی مانع از این نشد که 22 سالی که معلم‌ها تونستن این کارو بکنن، مانع از این نشد که تجارب اتحادیه رو داشتیم، پلیس زده داغون کرده، قبول دارم، ولی می‌بینید که به شکل وکالتی هم حتی اینا ادامهش دادن. الان در این اعتصاب جدید شرکت واحد جای پای سندیکای شرکت واحد نوع قبلی رو ما به وضوح داریم می‌بینیم. الان هم نگاه کنید کسایی رو که گرفتن، اونی که ول نکردن فعید فریدونیه که سابقه کار سندیکایی داره. یعنی اگر ما بعضی از فعالین ما به اهمیت این کارها اهمیت نمیدن، رژیم خیلی خوب میدونه که چقدر این کارها مهم است و چقدر ادامه کاری توش مهمه. تلفیق دموکراسی مستقیم با دموکراسی نمایندگی، استفاده از ابزار جدیدی که انقلاب الکترونیک و اطلاعاتی انفورماتیک در اختیار ما قرار میداره با اشکال سنتی جنبش کارگری، که اون وقت برسم ببینم پرچین میکنن. فقط یک نوک بزنم به اون چیزی که تو گفتی، ما الان در ایران هم دو جنبش داریم، یک جنبش خیابانیه که میره، یکم جنبش مطالباتیه که داره ادامه پیدا میکنه. این دو تا با هم تلفیق نشد. ضعف اپوزیسیون و ضعف سازماندهی اون تسبیحی است که اینا رو هم میتونه واسط بکنه که ما هنوز نداریم. خطرش هم اینه که هر کدوم از اینا که بیشتر اوج بگیره، به خصوص خیابانی ها، از بالای سر اینا یک جابجایی توی قدرت اتفاق بیفته و یه سری معاملاتی انجام بشه، چون اینا قدرت بیان و نمایندگی خودشون رو ندارن. این اون درد ماست، این پاشنواشیر ماست که باید جدیتر از این بهش برخورد کرد. عزیز جان، این شما چگونه میبینید خصوصا این پیوند بین جنبش گرسنگان، جنبش خیابانی با جنبش مطالباتی رو، موقعی که شما در موقع بررسی این جنبش ها، ما از اون سال گذشته از جنبش آب صحبت کردیم، جنبشی که در خوزستان چهارمار بختیاری اصفهان جریان داشت، یه جنبش وسیعی بود، بسیاری مردم رو وارد کرد، اونها یک اشکال جدیدی از سازماندهی رو در واقع نشون دادن، خصوصا در اصفهان و اون تحسن تاریخی کردن توی زاینده‌رود و مانع از این بودن که پلیس بتونه سرضرب اینا رو مورد ضرب و شتم و تفرق قرار بده. در هر حال یک تاثیر بسیار گسترده‌ای روی جنبش گذاشت. الان ما همچنان با اون مطالبات مسئله آب، مطالبات آب و خشکسالی، مطالبات مربوط به نان، مطالبات مربوط به آزادی زن، مطالبات معین و فراوان خیابانی روبرویم، در کنار جنبش مطالباتی کارگران و فرهنگیان و بازنشستگان که به طور مستمر در جریانه. چگونه فکر میکنی اینا حداقل در یک تجربه زیستی این پیوند چگونه بوده و فکر میکنی چگونه خواهد بود؟ منوان سال آخر اگر کوتاه بشه ممنون. باش، ببینین ما اگه بیاییم از کوی طلاب مشهد سال 71 نه خرداد که جنبش اعتراضی وارد این دوره شده که به نظر من این همون ادامه داره کماکان، می‌بینیم که این اعتراضات روی اعتراض دیگری تأثیر می‌ذاره. هر اعتراضی یک نویدی میده، امیدی میده
که ما امروز میبینیم که اکثریت اهالی ایران غیر از کارگران هم نه تنها ناراضی هستند، نه تنها معترض هستند، حق طلبند. اینه که مثلا میتونه یه ناراضی شورش بکنه و بعد بخوابه. خب پس این اعتراض حق طلبانه ادامه داره. اینه مثلا به طوری که کوتاه مثال بزنم، اینه که مثلا این مالباختگان، خب مالباختگان سرمایه گذاری کرده بودن، فلان کرده بودن، چیزی اینا، خب بالاخره یه آدمایی بودن که دستشون به دهنشون میرسید. تو این رابطه، در رابطه با رادیکالیزه کردن جنبشی اعتراضی نقش ایفا کردن. شعارهایی که اون دوره اونا دادن علیه رئیس و قوه قضاییه، خب هیچ کدوم از این معترضین این تجمع ها نمیتونستن بدن این شعار رو، چون فوری اینا رو میگرفتن، یا شعار نداده میگرفتن به عنوان چیز تبلیغ علیه نظام. پس اینا با هم دیگه چیز میگیرن، رو هم تاثیر میذارن، از هم درس میگیرن. مثلا ببینیم وقتی که کشاورزان در اصفهان تجمع کردن، معلمان، سندیکا، نهادهای کارگری ایران مگه حمایت نکردن؟ حتی تو تجمعات معلمان تو بعضی از شهرها، چون اینا ساشمه زده بودن به چشم بعضی از این کشاورزان، مثلا عکسایی گرفته بودن، به این صورت حمایت خودشونو انجام دادن. در رابطه با معلمان از کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی، کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی از اینا، و یا مثلا همین الان اعتراضاتی که توی آبادان هست نسبت به تمع‌ورزی، سود اندوزی و همکاری حاکمیت با این سازندگان اینجور ساختمان‌های غیر ایمنی، مگر حمایت صورت نمیگیره؟ یا مثلا اعتراضاتی که نسبت یه نوع دیگر در رابطه با آب توی خوزستان بود، مگه مورد حمایت قرار نگرفت؟ بخشای از چیز تجمع هم حتی صورت نگرفت. خب همینطوری که جنبش اعتراضی طی این سالها رشد کرده، شاید ما دو دهه پیش همچین روزی رو نمیدیدیم که به این سرعت و اینجوری بیاد و این با این دامنه رشد پیدا کنه. این همبستگی ها هم بین خودش ادامه پیدا میکنه، هر چقدر هم جلو میره اشکال جدیدتری رو میذاره و اون ارتباطات و همبستگی ها و غیره به صورت‌های مختلف خودشو نشون خواهد داد. که تو همین رابطه هم، همونطوری که در رابطه با تشکل‌ها گفتم، باید از همه این ابزارها استفاده کرد و خود اونا هستن که تصمیم میگیرن در هر مقطعی از چه شکلی، از چه ابزاری استفاده بکنن. درود بر شما. بروزم به عنوان هم سوال آخر، اگر بشم به همین سوال باز شما پاسخ بدید و در این حال بگید که چه اقداماتی خصوصا در آستانه این اجلاس سازمان جهانی کار و این تومارها و اکثر عملهایی که در واقع در همبستگی با بازداشت شدگان و این ده ها فعال سندیکایی و اینها انجام شده، چه چیزایی شده؟ اگه لطف کنید بگید ممنون میشم. خب اولندش که باز در ادامه صحبت های علیرضا، این روشنه که حرکاتی که در خارج از کشور شده و اعتراضاتی که تا امروز شده، بار یک بار دیگه یک چیز مسلمی رو ثابت کرد و اون اینه که به لطف فعالیت هایی که در خارج از کشور شده و به لطف ادامه و ادامه کاری جنبش های اعتراضی کارگرا در ایران و به خصوص بحث سازمان یافتش که چه هزینه های عظیمی را در این راه دادن، کارگران ایران نه تنها نیستند بلکه به هیچ وجه بی صدا هم نیستند. و از این زاویه ما میبینیم که هنوز در سلول ها به روی این رفقا و دوستان ما بسته نشده، اعتراضات از انواع کشورها غیره میاد. در این بین خب طبیعیه که کلکتیو فرانسوی ها که 12 ساله که در کنار تمام قد در کنار جنبش کارگری و بخش فعالش ایستاده و بخش سازمان یافتش ایستاده و در معرفی شخصیت‌های اون نقش بسزایی بازی کرده، نسبت به افشین موزی بی تفاوت نمیمونه. و مسئله‌ای که وجود داره اینه که حساسیتی که در این ماجرا هست رو نباید فراموش کرد و اون اینه که دولت جمهوری اسلامی یک گروگانگیری کرده با بازداشت دو شهروند فرانسوی که سندیکالیست هم هستن، عضو سندیکی از سندیکای بزرگ این کشور هستن، اوضاع رو یه مقدار حساس‌تر کرده و برخورد مسئولانه به اون رو بیشتر و بیشتر می‌طلبه. نباید به دام جمهوری اسلامی افتاد،
نباید به دام تبلیغات علکی هم افتاد، گام های سنجیده ای رو باید جلو برد و در این یکی از اون گرهگاه هایی هست که هر نوع حرکت شتاب زده، هر نوع موزیگیری یک جانبه و بدون توجه به وضعیت واقعی و توازن قوای واقعی که وجود داره میتونه به جای اینکه صدای کارگران ما رو بالاتر ببره، آب به آسیاب جمهوری اسلامی و دسیسه هاش بریزه. یعنی که خیلی باید احتیاط کرد. در این رابطه کلکتیو فرانسوی ها دو تا اعلامیه صادر کردن، یکیش خطاب به مقامات جمهوری اسلامی، یکیش هم خطاب به وزیر امور خارجه فرانسه، مراتب اعتراض و نگرانی خودشون رو از وضعیت کارگران فعال زندانی و معلمان زندانی با اسم بردن از اونها یادآوری کردن و خواستار اقداماتی شدن و خودشون هم اعلام کردن که قطعا در این رابطه اقداماتی رو سازمان خواهند داد. این که به چه شکلی خواهد بود و چه جوری به پیش میره طبیعی که به خود اونها مربوط میشه و هر وقت مطرح بکنن ما هم سعی میکنیم که خودمون رو با اون هماهنگ بکنیم. تا اینجا در این 12 سال که اینها هیچ اشتباهی نکردن و همواره در کنار جنبش ما ایستادن و اون مواقعی که لازم بوده صدای خودشون رو به عرش آسمان هم رسوندن و به خصوص یکی از چیزهایی که الان با دقت داره دنبال میشه مسئله شکایت از جمهوری اسلامی هست در این رابطه، در رابطه با بازداشت‌های غیرقانونی و خودسرانه فعالینی که هیچ جرمی نداشتن جز ملاقات با همقطاران در واقع یک کشور دیگه، اونم در زمینه کاملا علنی. به هر حال الان ما وارد این بحثش اینجا نمیخوایم بشیم، منتها قطعا اقداماتی صورت خواهد گرفت ولی باید گذاشت که اونها گام های خودشون رو آنطور که باید بردارن و یک چیزی رو میتونیم ما با قاطعیت کامل بگیم، همونطوری که تو این دو تا اعلامیه بیانیه در واقع بهش اشاره کردن و یادآوری کردن، اینها از حق مسلم کارگران ایران در داشتن تشکلات مستقل کارگری، در داشتن روابط بین المللی، در داشتن حق اعتصاب، در داشتن اینکه در غیاب اونها اینها صدای اونها خواهند بود، کوشا خواهند بود، مسئله شکایت از جمهوری اسلامی رو قطعا به جلو خواهند بود و فشار خواهند آورد که دولت فرانسه هم بی صدا و بی تفاوت نمونه نسبت به این مسئله که دو تا از شهروندای خودشون هم درگیرش کرده، ولی تصمیمات اونها و نظرات اونها به خودشون مربوط است. تا اینجایی که ما داریم میبینیم میدونیم که اینها یک سری اقداماتی رو دارن پیش بینی میکنن و این دو بیانیه اولیه اعتراضی صرفا مقدمه حرکاتی است که اینها خواهند کرد. صبر کنیم ببینیم که این رفقا با توجه به وضعیت بسیار حساسی که وجود داره چجوری اقدام خواهند کرد و طبیعتا حداقل ما همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس به عنوان عضوی از نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در خارج از کشور قطعا خودمون رو با اونها هماهنگ خواهیم کرد، ولی نمیتونیم به جای اونها نه تصمیم بگیریم نه اینکه در اقدامات اونها دخالتی داشته باشیم. فقط این رو میدونیم که این ضربه‌ای که زدن و به خصوص دستگیری رضا شهابی که توسط کنفدراسیون CFDT دعوت شده بود که در کنگره خودش که در 15 ژوئن برگزار میشه در فرانسه شرکت بکنه که اون رو گرفتن و اینها در حال گرفتن ویزا برای اون بودن، به شدت اینها رو جریحه‌دار کرده و باید دید که چه اقداماتی رو اینها سازمان خواهند داد. یک قولی رو از طرف اونها میشه داد و اون اینه که اینها یک بار دیگه ثابت خواهند کرد کارگران ایران نه تنها تنها نیستند، نه تنها بی صدا نیستند، بلکه صدای پرقدرت 5 کنفدراسیون بزرگ کارگران فرانسه رو که میلیون ها کارگر رو با خودشون دارن همراه با خودشون خواهند داشت. درود بر شما رفقای عزیز علیرضا نوایی و بهروز فراهانی و شما بینندگان عزیز تریبون کارگری به این برنامه توجه کردید. با امید با آزادی همه زندانیان سیاسی خصوصا فعالان جنبش کارگری و سندیکایی و فرهنگی که الان در زیر بازداشت ها هستند، بی هیچ تردیدی ما همچنان صدای آنها خواهیم بود و نخواهیم گذاشت حکومت اسلامی بیش از این بدون هزینه دست به این جرائم رذیلانه علیه فعالان جنبش کارگری و فرهنگی بزنه. درود بر شما.